نماز عید را ادا کردیم با جمع از دوستا و وطندارا و رفیقا. وای به کسی که امروز نامزاد است نامزادی برده نتانست. وای به جوانایی که امروز طفلدار است به طفلای چبلی و کالا و بود نتانست. دکتر فروشی نکنند. در وقت دکتر نجیب اگر برای سپیدا سلام نمیدادیم، به کلانا سلام نمیدادیم، حتی ما تحت جزا قرار میگرفتیم. کجا روان هستین بخیر؟ میریم بخیر سر قبرستانیا. چی میکنید این روزی؟ شاورش میکنم مردک صوبید است میوه خشک نوردی. یک عید مبارکی خو نوجوان. سلام، عیدت مبارک باشه. خوش میکنی؟ نمیگی عیدت مبارک باشه. کدام شخص میتونه که قربانی کنه؟ میفهمید؟ والا چی بگم؟ شما میتونین بگین؟ خود کنترل دارم اما شیطانم که سر شیطانم کنترل ندارم. نیوادمالیم دو طول مسافر دختر مبارک شی پناروی که دا واحد جان. سلام، ایام به کامتان باد. آرزو میکنم که عید به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. همین لحظه ما نماز عید را ادا کردیم با جمع از دوستا و وطندارا و رفیقا. امیدوار هستم که شما به خوبی عید را آغاز کرده باشین و نماز عید را به خوبی و خوشی ادا کرده باشین. پدرها، بیادرها، وطندارا همگی در کنارم هستن. عید شما مبارک باشه. خوب هستین؟ روزهای خوش سپری کنین. چیال دارین؟ خوب هستین؟ به خیر هستین؟ از این طرف شروع کنیم. از این طرف خازی طرف شروع میکنه دست راست است. چطور شروع کردین بخیر؟ چطور آغاز کردین ایده؟ والا ایده خوش بود. خب کلمه شما مردم به خاطر ادای نماز زیاد آمدن یا زیاد آمدن؟ مردم جاف آمدن. سالهای گذشته یا ایده گذشته میدیدم که تا سر سرک 50 نفر پر میشد، اما امسال اینو کم است. والا نظر به من شرایط یک مردم ترسنده شده به اون خاطر از یک مردم بعد آمدن تایی سبت دیگه مشکلات ها سبده به سر مسلمان هم سب چی کنید؟ سلامت باشی پدر جان، خوش بگذره انشالله. چطور هستین شما؟ سلام علیکم. سلامت شما عید تبریک میگم به تمام مردم افغانستان، چی در داخل است چی در خارج است. بخیر باشین، بخیر باشین. اولین عید که شما میرین با وطندارایتان با دوستایتان مبارکی میکنین با کی است؟ اولین فعلا والده صاحب وفات کرده، باید که او انتظار است. سر خاک از او میریم، بعد از او پیش قبله‌گاه صاحب میریم، بعد از او خانه بیادرای کلان میریم، همشیرای کلان میریم، باز خانه کاکا و ماما و همسایا و اقارب دوستا میریم، یکی در تبریکی میدیم. با ایدهای گذشته فرق داره یا نه؟ روز همون روز است، عید همون روز است، فقط آسمان هم همون آسمان است، زمین هم همون زمین است، صرف وقت خراب است، شرایط فضا خراب است، مریضی را اعلان کردن. یکی مردم اقتصاد نداره که خدا برسانه به جایدادی، کسایی که موتر داره و میتونه که خدا به هر جایی برسانن. دیگه ما مردم کل افغانستان هم ببینیم، ما شما یک مردمی غریب مردم هستیم، یک طبقه مردمی غریب هستیم، یک طبقه مسلمان هستیم. همیشه در هیچ تمام خرد و کلان ما از خانه میبرایند به خاطر مسجد به خاطر نماز عید قربان. خوشحال شدیم. از شما هم خوشحال شدیم. انشالله که خوش بگذره. کدام تلویزیون است ببخشید؟ کانال یوتیوب است پدر جان. مهربان هستین، مهربان هستین. ما ببخشید به تمام مردم افغانستان تبریک میگم که چی در داخل است چی در خارج است. ما دعا میکنیم که بروی همین نماز عید چیزی که مریضای اسلام از شفا بده، یک ارزانی بیایه، دیگه مردم بی نواز، مردم بیچاره است، غریب است. دیگه ما تقاضای ما همیست که پیسه دارا همراه غریبا و مسکین و بیچاره و فقیرا و بیوا و یتیما همیشه کمک کنن، همیشه همی وطنشان است. ما نمیتونیم که بریم به دیگه جای، ما میتونیم که به پیش از خود مسلمانای خود بریم مشکلات خود رفع کنیم. باید که مسلمانایی که به قدرت است، به پیسه دار است، همیشه باید به غریبا، به بینواها، به مسکینا کمک کنه. حتی جوانایی هست که نامزاد شدن پیسه ندارن که ازدواج کنن. از امو پیسه دارا، از امو قدرتمندا ما تقاضا میکنیم دست امو جوانای مفلس، دست جوانای بی پیسه را، دست جوانایی که امروز نامزاددار است، شاید که یک تشکیل خود پت کرده باشند، به خاطر قاطی قیمتی است، تقاضای خانه خسرخیل بسیار زیاد است. ما شرایط ما باید حکومت ما اسلامی است، باید که هر کس که دختر دار است، که به شمول خودم که دختر دارم، باید که قانون اسلامی را ما مراعات کنیم، به خاطر یگید قربان، به خاطر که جوانها آیندهشان خوب شوه. باید که کسایی که دخترای خود نامزاد میکنه، باید که پدرای ازوا دختر فروشی نکنن، بانن که جوانا زندگیشان آباد شوه، یک زندگی خوب، خانهشان یک طفل شوه، دختر شوه، بچه شوه، نسل ما زیادتر شوه، نسل قرآن خوانی ما زیادتر شوه، نسل اسلامی و مسلمانی ما زیادتر شوه. باید که جوانا برای سپیدات سلام بته. در وقت دکتر نجیب کارمل یاد ما میه که ما در سرکا می رفتیم، اگر برای سپیدا سلام نمی دادیم، به کلانا سلام نمی دادیم، حتی ما تحت جزا قرار می گرفتیم، تحت جزای همور سپیدا. زمانی که ما تیر می شدیم، باید که یک ادب تربیه می داشتیم، باید سلام می دادیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز جوانایی که ما می بینیم از اولاد خود ما شروع، به هیچ یک ری سپید یک احترام قائل نیست، به هیچ یک ری سپیدی تیر شو از بغل پولیش السلام علیکم. امروز این همی رسم، همی رواج از وطن ما رفته. ما دعا میکنیم که مسلمانایی که در اروپاست، در خارج است، قلبایشان و وطنشان بزنه و پس دوباره در طیاره بالا شون و بیاین در خاک خود. این را به یاد داشته باشیم که اگر همین روز برای ما تمام جهان بته. ما خودم فریدونی اندرابیستم، در رسانه ها کار کردیم، شاید که ما به اروپا نروم، در سه مملکت جهانم فیلمم دارم، با سینمای امریکا، با سینمای فرانسه، با سینمای هندوستان، از هالیوود و بالیوود فیلمای ما تیر کرده. همه ما یک مشت خاک خود به جهان نمیتم. ما امروز در مقابل حضرت شاه دوشمشیری ولی صاحب هستیم. امروز میفهمی که مسلمانایی که در خارج است گریان میکنن که ما کاش که امروز در جاده های دی افغانان باشیم، کاش که در زیارت حضرت شاه دوشمشیری ولی صاحب باشیم، کاش که در عاشقان و عارفان باشیم، کاش که در شهدا باشیم. اما امروز میبینیم که قاطی است، قیمتی است، ملی بس نیست، محترم نیست که مردم خوشی خدا آغاز کنه. کسی که پول داره، پیسه داره، او هر وقت برای از او عید است، هر وقت او گوسفند میکشه، هر وقت پلوی از او بار است. وای به کسی که خانه کرا میته، وای به کسی که امروز نامزاد است، نامزادی برده نتانست. وای به جوانایی که امروز طفلدار است، به طفلای چبلی و کالا و بود نتانست. امروز یک تشکیل جوانا در خانه پیش سیاست و اولاد و دختر و هر چیز در دسترخوان کم است. به خدا باور کنین که ما تو همسایه خود دیدم که دروازهایشان قلب بود. در روز عید ما همسایه میریم، خانه به خانه میگردیم. باور کنین که ما از خانه همو مسلمان برآمدم، هشکم ریخت، هیچ چیز در اوقاب وجود نداشت، هیچ چیز در دسترخوان وجود نداشت. ما وکیلای پارلمان داریم، ما پیسه دارا داریم، ما تجارا داریم. باید که ما روزی که در افغانستان حکومت اسلامی است، روزی که عید میآید تمام چیز قیمت میشه، زمستان میآید چوب و آرد و زغال قیمت میشه. بلیاز خدا شاروال، وزیر فایدیامه، کسایی که مسئولیت همین شار به دستشان است، ارزانی کنن، فریمانی کنن، تمام ماجرا را بخواین. یک قضیه قاطی و قیمتی وزی برادرکشی ما شما باید که صرف نظر کنیم. امروز پیام ما همین پیام است و تمام مسلمانایی که چی در جهان است، چی در داخل است، با خبر باشیم که اهمیت وطن خود باید که ما شما بگیریم. جهان اهمیت وطن خود گرفته، ما هم مسلمانا باید که کمربند چهار طرفی افغانستانی خود ما باید داشته باشیم. بسیار ممنون پدر جان، سلامت باشید. ببخشید که اگر من زیاد گپ زده باشم، دیگه ما را حق قرار بدین، ما را بخشش قرار بدین. سلام علیکم. بخیر باشین. فرایدونی اندرابی هستم سر. قربان شما. مهربان. وقت خوب و خوش. سلامت باشید. خب. ببین که آیسته است پیش بریم. بچه‌ها شما کجا میرین؟ ها؟ میریم مسجد. مسجد؟ بله. مسجد خو نماز خلاص شد دیگه. کار که داریم. ها؟ کار داریم. چی کار دارید عملاً؟ پاکاری خودیم. خب پاکاری میکنین. ما ایران ماندم که نماز تمام شد، شما حالا مسجد چی میکنین؟ خب پاکاری که میکنین خوب کار میکنین، برین ثواب میکنین. خب نماز تمام شد، مردم هر کدامشان آهسته آهسته رفتن به طرف خانه هایشان تا سنت حضرت ابراهیم به جا بیارن، قربانی بکنن. و به مو دلیلم نماز عید را و معمولا در هر سال نماز عید قربان را وقت‌تر ادا میکنن که برسن به قربانی. و ما که خبر شدیم بعضی جا ساعت 7، 7:30، 8 نماز عید را ادا کردن. خب شما چند تصویر از منطقه شاد شمشیره تماشا بکنین، درد ما با شما هستیم. کجا روان هستین بخیر؟ میریم بخیر سر قبرستانیا. قبرستانیا چی میکنید این روزی؟ سر قبر پدر خود. خب به او خاطر همگی کلگی یک خوب هستین. ایدتان مبارک شما. از کلتان باش همراه کلی صحبت کنین که باز همون تو اساس فرار میکنین. حیا بن شریف ما گرم نزد. وقتی ما کلام جای دیگه میری فرار میکنین. این از اینجا فرار میکنین برو قدم گپ نمیزنه دیگه. ایدتان مبارک باشه. خوشبخت باشین. اولین بار دید شما کجا میرین سر؟ سر دیرام میریم. بله. سر دیرام میریم. بعد از کجا میریم؟ بعد از میریم خانه بخیر. بعد از خانه میریم خانه که رفت از خانه دیگه با خانه دوستا میریم. قربانی پلا نداریم. قربانی داریم در خانه بدر ما. خب اونجا قربانی میکنیم. بچه‌ها چی تفریمی داشته باشن در روز عید؟ بچه‌ها اول خود روز اول خود قربانی میباشه. بعد از قربانی خلاص شد خانه دوست رفیق همراه اندیوالا یا یک عید مبارکی و سلام علیکی. باز خانه می کاکا ماما پیش مادر کلان پیش پدر کلان یک عید مبارکی به احترامشان میریم. خانه کجاست؟ خانه سرک دارلمان. سرک دارلمان. عالمی خانه گشتک ایدی گشتک کم نشده به نظرتان چی فکر میکنید؟ کم شده خصوصا بچه جوانا کم حاله میرن. خب امراه اندیوالا یا خود که در چکر بودن دیگه باز قدر این میروز اولید که یک چند کلان کاکا و ماما پدر کلان و مادر کلان بود بعد از اون دیگه می خداحافظتان میرن چکر خود میباشن. ما چی تفریح انجام میدن؟ کجا میرن؟ حالا جای تفریح ها مقدار نداریم. جای تفریح زیاد است، سیاحت است مثلا پدمان هر طرف از هر طرف که بخوای آرامی باشه رفته میشه. برین خیلی مزاحمتان نمیشم. خوشحال شدیم. بخیر باشید. خدا نگهدار شما باشه. قدم زده آمدیم به سر زیرزمینی و این طرف هم پل باغ عمومی. خواستیم که فضای روز اول عید بر شما در تصویر نشان بدیم. معمولا روز اول عید خصوصا روز اول عید قربان مردم مصروف قربانی کردن و در کل روزهای عید روز اول مصروف کاروبار می باشند. هنوزم به کاروبارشان ادامه می تن. بعد از روز اول روز دوم و سوم میرن به خانه دوستا و بچه جوانا میرن به تفریح میپردازن. و همین لحظه هم قسم که شما رو تصویر میبینین تعداد زیادی از دوستا تا هنوز نرفتن خانه ایدام نکردن. میوه خشک عیدی که خریداری کردن به خاطر فروش تا هنوز فروخته نشده میخوان که تمام شود. سلام چطور هستین؟ خوب هستین؟ چرا ده رقم خدا؟ خوب هستین؟ چی می‌ندازین؟ بی خبر؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ ایام شریف عیدتون مبارک. مبارک. خوب هستین جان؟ جور است آرامی است. خوب هستین؟ شما امروز عید نکردین؟ نه والا مالا چیز مانده نگرد. مانده؟ آه والا. همه قدر مانده؟ این وقت مانده. از چی تعداد؟ چی مقدار؟ پسته، نخود، قلنگ، دود. کشمش چیزا هم آمد. فکر میکنی امروز تمام خود شد؟ فکر نکنم تمام شده دیگه. چه وقت بازدید میکنه کارگرها کسایی که کار میکنن روی جاده ها روی سرک ها؟ روز اولش خیلی چیز نداریم. روز دوم بازدید میکنن. خیلی ما درست. روز دوم باز کسایی که کارگر هستن کار میکنن ها اید میکنن. در این روز عید باز مردم میان پشت مواد ایدی میوه خوش؟ بله ها یگان تا مصروف میباش در کار بار باز روز اول اید نه باز یگان تا خوابورده و تنبل شب برش میکن مرده که صوبیده است میوه خوش که نبردی بله یگان تا شمت میباش باز میره دیگه؟ آه متوقع پس خوشحال شدیم عید خوب و خوش بگذاره برای شما برای شما سلامت جا داره که عید را تبریکی بتیم برای سربازای عزیز ما کسایی که جانشان را در خطر مندازن و از میهنشان دفاع میکنن آرزو میکنم که تمام عزیزایی که به خاطر دفاع از وطن میجنگن آباد بمانند، جور بمانند، سالم بمانند عیدتان خجسته باد، مبارک باد امیدوار هستم که این 3 روز عید به خوبی و خوشی سپری کنین شما قهرمانان عزیز ما خواستیم که چند جای بریم خبر سربازای عزیز ما را بگیریم کسایی که در جبهه ها جنگ میکنن و دوست دارم که اما تو رفیقانه دوستانه ازشان سوال بپرسم که درد دلشان بیان بکنن اما متاسفانه اونا نمیتونن که این گپا را بگوین یکی که اما اصول و پرنسیپ کاریشان اجازه نمیده یکی که ترس وجود داره نمیتونن چیزی بگوین و رفتیم هم گفتیم که ما مصاحبه میکنیم به افتخار ایروز که ایدام به خاطر سرباز است اما متاسفانه اجازه ندادن به دلیلی که ممکن سرباز بیچاره درد دلشه امی گریه را باز بکنه یک چیز نگویه که قماندانش وظیفهش در خطر نفته از او خاطر خب اونا میگن امانگی شوه از طرف که وزارت دفاع یا و امانگی در افغانستان رو میفهمن که یک روز مکمل در بر میگیره استعلام میبری وقتی که میری برین سبا به چرا؟ حالا رئیس ابن نیست امضا کنه فلانی کس نیست که نمو هدایت میده از او خاطر پای گپا رو میمونیم پیشتر میریم ببینیم که کجا میرسیم و ببینیم که دوستای ما چرا سلام چطور هستین؟ ایام شریفی تان مبارک باشه در روز عیده کد رفیق کد جنگ نمیکنم جگه پا چور هستین؟ امروز عید نکردین شما؟ امروز که فهمیدی باشه ما کمالا مونده دیگه 12 بجه میکنیم میریم بخیر 12 بجه بخیر میریم میکنیم میهمان ها اگر بیاین باز همیشه دیگه پذیرایی میکنیم دفتن آه فقط یک چایبان و میوه خوش تیاره تشکر سلامت باشین خیری بین سلامت باشین این چینل یوتیوب از بیادر جان میبینیم شما خوب هستین خب نمیخواین مصاحبه کنیم یک عید مبارکی خوکو ناجوان سلام عیدت مبارک باشه خواهش میکنی نمیگی عیدت مبارک باشه چطوری بیادر جان خود خوب هستی سلامت هستی عیدت مبارک باشه سلامت باشین بخیر باشین با اجازه نه تشکر خیر با اجازه دوستا خوش ندارم مصاحبه کنن از خاطر میره خب رسیدیم نزدیک پل باغ عمومی اینجا هم فضایش در تصویر ببینین شما بعد از او که کجا میرسیم دیگه به خدای پاک معلوم تعداد وطندارای ما سنت حضرت ابراهیم انجام میتن قربانی کردن بسیار بیروبار است اینجا سلام چطور هستید خوب هستید عید شما مبارک باشه بخیر باشه چی کردین بخیر قربانی کردین قربانی بخیر بخالم که یک گاو 7 نفر از دیگه هم حساب است بیروبار معلوم میشه بیروبار است خب بسیار خوب او مردم ما کارشون قربانی میکنن یا کارشون قربانی واسه بازد دموجه توتا میکنه دموجه باشناخت چی برابر میکنه هر کس دیگه سی خود باز میبرسن. از چند صبح شروع کردن؟ والا می بعد از نماز 7:30 بجه مسجد ما 7:30 بجه نماز خوند. بسیار خوب. یک سوال دینی پرسان کنم اجازه است؟ نیست. کدام شخص میتونه که قربانی کنه؟ نفهمید؟ والا چی بگم؟ شما میتونین بگین؟ بله؟ شما میتونین بگین؟ کدام شخص میتونه قربانی کنه؟ شخصی که حساب واسه توانش داشته باشه و میتونه قربانی کنه میتونه. قرضدار نباشه؟ بله قرضدار نباشه، وضع اقتصادیش خوب باشه میتونه قربانی کنه. این خیلی بود. یگان شرایط دیگه شما خودت میگی از ذهن؟ ها؟ یگان شرایط دیگه شما میتونی بگی که به خاطر عقل و بلوغ باشه دیگه. ها؟ عقل باشه، بلوغ باشه. چرا قربانی میکنیم؟ یک سنت رسول الله برکت است و از ابراهیم علیه السلام از وقت شروع شده دیگه ما قدم از دیگه تعقیب کرده هستیم. خیلی ممنون، تشکر. خداحافظ. خدا کنه که ناراحت نشده باشید. ادامه میدیم، پیش میریم و خواستیم که پرسان کنیم از دوستا به خاطر از اینکه ایره روی یک معلومات انجام میتن یا ای که از پدر میراث مانده دیگه هر کس ها ایده قربان از دیگه قربانی. ایدت مبارک باشه. ایدت خودت مبارک باشه. چی میکنی اینجا؟ اینجا کار میکنم. چی کار میکنی؟ اینجا از بیادرم ساجق میگیرم اینجا سودا میکنم. امروز اید نکدی؟ امروز دیگه کالای تبال نپوشیدیم دیگه. خب جور خو کدی دیگه؟ ها دیگه در خانه هستم. خیلی مبارک باشه. زنده باشی. بخیر. خواستم که این تصویرم بر شما داشته باشم که در روز اول عید در کابل چی جریان می داشته باشه. همین موضوعات است. خب بیاین که بریم. چطوری بیادر؟ چی روشن میکنید؟ تا مبارک باشه. شما مبارک. سلامت هستین. بخیر هستین. بخیر باشین. خیر هستین. این گوسفند فروشی تا چند روز دوام میکنه؟ چند دید؟ والا دیگه نمی تا نمی سهمی شاد بکنه. می باشن بله. پس از اینکه میرن باز قسمت ها رو میشوین چیزشو میکنن؟ بله آن چیزشو هست مردمش مقابل است مردم شاروالی است میان در خدمتش پاک صفا میکنن ها چیزشوشو میکنن دیگه. تشکر. نمیمونن. تشکر شما. خیر باشی. سلامت باشی. چطور هستین؟ عیدتان مبارک باشه. سلام علیکم. جور بخیر. عید شما همچنان مبارک. خیر باشید. عید با مرغ آغاز کردین؟ والا ما چند اینجا گوسفند آوردیم دیگه. بچه‌ها از کل خوش نشدیم چای هم نخوردیم اینا 11 بجه است چند بجه است اینا دیگه تقریبا 12 میشه. همون طرف یعنی 12 میشه. 11 دقیقه چای صبح حال نوشیدن میکنیم. بله. در کار غریبی که بند ماندین دیگه ناوقت میشه. والا مرغ گرفتین. پیسه از نه پشت در کار پیسه بسیار آدم مصروف میباشه دلچسب است کار پیسه دلچسب. چقدر پیسه را خوش داری؟ هم صادقانه بگو بیادری هم تو چقدر؟ به حساب چی رقم برات بگو؟ پیسه را یک حساب داره دیگه پیسه تقاضای ما خو زیاد از خدا کنه که برای ما زیاد بده خدا کرد چیزی که قسمت و نصیب باشه و نمول خداوند میرسه. چقدر میخوای که داشته باشی؟ والا ایدا دیگه چقدر دوست داری چقدر پول داشته باشی؟ والله دیگه گوی پیش خود فکر کردی که نقدر پول داشته باشه پیش خود خوب بسیار فکر کردیم که داشته باشه خوب بسیار پول پس گم کردیم. خودت چی فکر میکنی چقدر پول داشته؟ والا پول مشکلات رو حل نمیکنه. خب با مشکلات را که تو بگی پول باشه و همش زندگی کلش آسایش در پول است است دیگه. همو قد به اندازه ضرورت به ما بده خدا همو ضرورت خود اجرا کنیم. پول زیاد ما که میبینم اگر به دستم بیار شاید خود عدس کنترل عدس بده. زیاد مردم بله. خود کنترل دارم اما شیطانم که سر شیطانم کنترل نداره. کن اداره کردن نمیتونه غلبه میکنه شیطان. تشکر از شما. زنده باشید. خیر باشید. سلامت باشین. روز خوش براتون. عید خوش بر شما همچنان. گوسفندار نگفتین از کجا آوردین؟ گوسفندار از قندوز آورده بودم. خب فقط چند تا مونده؟ 8 تا 7 تا. 8 تا مونده. آدمی 30 دانه دیگه 8 تاش مونده. 30 دانه؟ خب. خیر یک سوال دیگه هم پرسان میکنم باز میرم صادقانه. دانه چند خریدید اینجا؟ دانه 6000. 6000. سعید اینجا باز بالاتر از دیگه تقریبا 10000 9000 9000 فروختیمش. خوب کار کردین. والا خوب خیری بینید. خدا تشکر. زنده باشی از شما همچنان. کوکماما. نه نوش جان. خونه کمک کمک مانده مرون شما. سلام. چطور هستین؟ داناروی. خو چطور هستین؟ خوب هستین؟ عید شما مبارک باشه. ډیر مننه. هیواد مالیم د ټولو مسافرو د اختر مبارک شي. په ناروی کې د واحد جان محمد عارف او د ټولو مرګرو زه خپل ناروی نه راغلم یو څه وخت کېږي او ستاسو د یوټیوب گزارشونه زه ډیر ګورم او همیشه موږ تعقیبو تاسو نه ډیر مننه د کابل ګوډ ګوډ موږ ته خوله لایدا څه وخت راغلی دوه هفته کېږي راغلم درې هفته څنګه تیریږي ولا ښه د اوس خو دلته راغلی مال یې ورای واخلو بازارونه لږ جګ دي مال کم د سکل قرباني کې او قرباني وکړو بعضې مرګري د هغې ځینې مات ویلې چې موږ دپاره قرباني وکړه ما همداسې راغلی یو چکر ماته درېږي چې تاسو کولی شئ چې هلته قرباني وکړئ ناروی کې لږ مشکله ده هر څوک نشي کولی چې خپله حلال کړي باید مسلخ ته لاړ شي هغوی درته حلال کړي او لږ مشکله ډېر خاص ځای لري دلته دې غوندې خو نه ده چې ماشومان ګوري وینې دي پسه مرداري نو باید ټول خلک لږ نظافت ته توجه وکړي ماشومان باید له وینو نه لږ ازاد وساتي نو او غوښه دې غریبانو ته ورکړي ټوله دې نه ساتي ګرمي ده خیر است. ماله دیر ماله پما خدا خا. تاسره. خا راست خورم. ماله. سلامت باشین. تشکر. خیر باشین. خا. همون تا است. چطوری پدر خودت؟ خوب هستی؟ الحمدلله. عید مبارک. عید شما مبارک باشه. مبارک. با خیر میگذره. الحمدلله شما خوب هستی. عید نکردی کار هستی؟ کار هستم مهاجر هستم آواره و پریشان هستم. از بادغیس آمدم سر. از بادغیس آمدی؟ بله. چند روز میشه؟ همین ماه مبارک رمضان آمدم بسیار آواره و جنگا و پریشانی آوارگی بسیار در بدری سال است. حالا یه گوسفند آوردیم مال آوردیم فروشی چی میکنی؟ نه گوسفند آوردن باز من کراشی دارم میام بار میزنم یک 150 میتونم آوردم. خانم با دیمرات خان است. چند نفر هستند فامیل؟ 60 تا. چند؟ 6 تا. کی کار میکنن؟ والا هیچی. بیکاری. هیچ کار. خود کار میکنی یا نه؟ خودم کار میکنم ولی یک بچه هم دارم هم کراچی و نه هیچ کارم نیست. بچه چند ساله؟ من 25 ساله. 25 ساله؟ بله. ماشاءالله جوان است دیگه. کار. بله جوان. کار نه اگر نه کو جوان کار کنه. کار نه. بیا خیر باشه خدا. خیر تشکر. سلامت باش. خب دوستان امروز خواستیم که از عید اول از روز اول برای شما گزارش نبود کنیم جای مختلف برای شما نشان بدیم که همه شاید در تصویر دیده چطور هستین شما؟ میرین کدام طرف میرین که دمتان نگرفته باشون؟ نه من خوش میکنم خب عیدتان مبارک باشه سلامت باشید بخیر باشید سلام سلام علیکم کلی خوبه است. شما چطور هستید؟ شکر الحمدلله. یادارا رفیقا همه خوبه ده. روزای عید بخیر میگذره براتون. والا فعلا خود تانوس خوب میگذره. خدا شکر که بعد از ایش دیگه به خداوند میسپاریم چی میشه. الله پاک نگهدار داشته باشه. سلامت باشید. خدا حفظ شما. جور شده سعادتمند باشه. جور سعادتمند باشه. چای نان خیری بینید. خانه آباد باشه. سلامت باشید. خب ممنون از همتون که تا این لحظه شما گزارش ما رو تماشا کردین وقت خوب و خوش داشته باشین خدا نگهدار همه ما